یکی مثل مازیار ابراهیمی که از ایران خارج شده و ده ها نفر مثل مازیار ابراهیمی وجود داره و با پرونده های مختلف و تهمت های مختلف اینا رو دارن روزانه اعدام میکنن خب مازیار ابراهیمی از ایران خارج شد و این قضیه رو فاش کرد قبل از اینکه از ایران خارج بشه و زمانی که در بازداشتگاه های وزارت اطلاعات بود مازیار ابراهیمی چی بود؟, بود؟, مازیار ابراهیمی اسرائیلی بود مازیار ابراهیمی دوره متفجرات دیده بود مازیار ابراهیمی رفته بود اسرائیل دوره دیده بود مازیار ابراهیمی با جمال فشی و نمیدونم بهزاد عبدلی و یه سری دیگه رفته بودن فلانجا رو منفجر کرده بودن مازیار ابراهیمی رفته بود بمب مغناطیسی چسبونده بود به ماشین دانشمندان هسته‌ای ایران اعتراف کرد خودش اومد تو تلویزیون بعدا مشخص شد همش زیر شکنجه بوده نگاه کنید خیلی راحته برای این افراد این دلقکایی که میان های وزارت اطلاعات این قضیه خیلی عادیه طرف رو میگیرن تا سرحد مرد شکنجه میکنن و در نهایت میگن این اسرائیلیه این داعش این با فلان گروه با استکبار جهانی این در ارتباط بوده نوید افکاری زمانی که کشته شد برید خبرگزاری میزان خبرگزاری فارس تمام خبرگزاریایی که نزدیک به دولت هستن ببینید چی میگه میگه از طرف ایادی استکبار منافقین نمیدونم سلطنت طلب ها فلان فلان این فردی که قاتل بوده از طرف اینا ساپورت میشده خب شما بیاید اینا رو ثابت کنید اینا تهمت هایی بود که زدید آیا نوید افکاری با سلطنت طلب ها بود با نمیدونم به قول شما منافقین بود با ایادی استکبار بود اول اینو گفتید بعد الان میگی نه قصاص بوده انگیزه شخصی داشته فلان بوده پر از دروغید مذهبتون، فکرتون، عقیدتون دروغ دروغ در هیچ ایدئولوژی در دنیا پیدا نمی کنید هیچ ایدولوژی که نه دهم ده دینش دروغ باشه الا رافزیگری خیلی عجیبه یعنی تمام این کره خاکی رو بگردید شما چنین فکری رو پیدا نمی کنید که فحش دادن توش عبادت باشه دروغ گفتن توش عبادت باشه تهمت زدن توش عبادت باشه الا رافزیگری الا نظام ولایت فقیه الا مراجع حوزه علمیه برای همین خیلی راحته طرف رو میگیرن شکنجه میکنن میبرنش بالای دار انگار نه انگار یا آبم روش میخورن حالا کشته شد کشته شد نظام باقی بمونه سر آیت الله سلامت نظام ولایت فقیه اینه فکر میکنی چیه خطرناکترین فکره خطرناکترین فکر روی کره زمین همینه همین رافضیگریه همینی که تو ایران میبینید و هر جایی هم وارد شده فساد به بار آورده هر جایی وارد شده خونریزی به بار آورده در طول تاریخ اسلام هم هیچ نفعی برای امت اسلامی نداشتن فقط خنجر زدن به امت اسلامی فقط و فقط در خدمت ایادی کفر بودن نظام فقیه چیه همینه میبینید دیگه تو ایران آقا مردم ایران ببینید دلار رو ببینید اقتصاد رو ببینید فقر و فحشا رو ببینید اعدام ها رو اعدام ها رو ببینید بی ارزش ترین پول دنیا بی ارزش ترین پاسپورت دنیا ایرانی بره هر جایی میدونی دیگه وضعیت چیه چرا چون حکومتش حکومتش فاسده فاسد نظام ولایت فقیه یک حکومت فاسد و فاسد پروره تمام کسایی که الان مرتکب نمیدونم قتل میشن پرستو, پرستو بازی میشن نمیدونم دزدی میکنن اختلاس میکنن اینا کیان طبری تبری کی بود؟ اینا مگه افراد عادی هن؟ نه اینا پرورش یافته همین نظام همین فکرن پس انتظار غیر از این نباید از این نظام داشته باشیم